منطقه نزدیک به شهر لشکرگاه که 4 سال پیش میدان سخت نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان بود. نزدیک به 2 سال می شود که این منطقه امن شده است، اما اثرهای جنگ هنوز هم به چشم می خورند. هر باشنده این منطقه از روزهای جنگ قصه های تلخ دارد. مسعود که در اینجا دکان دارد می گوید که در روزهای جنگ مجبور شد خانهش را ترک کند و دکانش نیز سوختانده شد. که علیده خوشاله برای دا مخصوصا ما پرنه بجه به درجه نیوله ول سبا سره کشینی په دې علیده مش خوشاله چې جوړه وسی سوله وسی ورو غل برابر ونی کې پر قرار وسی ونی کې بس د ستړیا وی دا واخ سر جوړی سي پر پښو روان د دې خوا طالبان و دلته اسکر ولاړ و جنگ ډیر شدید و اته په سرای کې مو تایری موټر هم وشته نو زه چې وس په قطر کې د طالبان او د افغان حکومت خبرې شروع دي ډیر خوشاله يم. یک باشنده دیگر این منطقه نجیب الله ما را به یک مسجد می برد و نشانه های گلوله های را نشان می دهد که در روزهای جنگ بر مسجد برخورد کردند. نجیب الله می گوید که پس از 2 سال هم وقت به این مسجد می رود، جنگ و بیجا شدن مردم را به یاد می آورد. او اکنون خوشحال است که مذاکرات میان افغانان آغاز شده است و می خواهد که این مذاکرات نتایج خوبی داشته باشند. دوا ورونه چې سرکشین جنگ دی نه کې ورور خپل د وطن د جوړه وکي خپل مسجد جوړ کړي پنځه وخت المنځ وکي ورور خدای او رسول یاد کړي اوس موږ غواړو چې د می سولر امنت سي ټول خلک وساسي موږ ماشومان لاړ سي مکتب وته موږ لاړ سو ټول خلک دا غواړي ټول خلک خوشاله دي. شهروندان کشور آغاز مذاکرات میان افغانان را در قطر یک روز تاریخی می دانند و می گویند که برای یک زندگی آرام و صلح‌آمیز در 20 سال این مذاکرات نخستین گام نیرومند است.